تاریخ نوین ورزش از زمین چمن شکل گرفت، اما نه با فوتبال. مبارزه تن به تن، ورزشی فراگیر، ورزشی کهن. از ماقبل تاریخ تا امروز، ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی آید و کاستی. این سروده فاخر حماسه سرای بزرگ ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی است، مردی که نیرومندی و راستی و مردانگی رو مترادف هم دیگه میدونست و جایگاهی که برای نیرومندی و کشتیگیری در حماسه تاریخی او شاهنامه باقی است، بارها و بارها به کشتی و به پهلوانی و به راستی و به نیرومندی اشاره کرده است. نخستین جایی که در شاهنامه به کشتی و کشتیگیری و نبرد و مبارزه برمی‌خوریم به داستان مبارزه رستم و سهراب است. حکیم ابوالقاسم فردوسی در بخش دیگری از سروده‌های خودش میگه: بدو گفت پولاد جنگی نبرد، به کشتی پدید آید از مرد مرد. به کشتی بگردیم با یکدیگر، بگیریم هر دو دوال کمر. جنگ های قدیم تمام سلاح‌ها رو به کار می‌بردن، نمی‌تونستن می‌ذاشتن پایین، کشتی می‌گرفتن. هر کی دیگری رو شکست داد، اون لشکر شکست خورده، اون شخص شکست خورده لشکرش بازنده بود. اینی که کشتی اون جنگه، آدم باید زور داشته باشه، فن عقلش برسه، فن درست بتونه نقشه بکشه، جرأت هم داشته باشه، آدم ترسو ما داشتیم. اسم نمیارم، کشتیگیرایی بودن تمرینشون خیلی خوب بود، مسابقه می اومدن نمیتونستن اونطوری که در تمرین نشون میدن خودشون رو حتی نصف اون باشن. باشگاه ببر بود که صاحبش رضا مجید، خودش هم کشتیگیر بود، کشتیگیر قدیم بود. بعد عبدالحسین فیلی که اونم مربی بود، اون زمان مربی همین بچه ها بود، شریک بودن اونجا بود. بعد نزدیک اون، نزدیک میدان شاپور باشگاه پولاد بود، پولاد مال آقای حسین رضی‌زاده بود. دیگه یواش یواش تو تهران زورخونه یا باشگاه می شدن یا کسایی که علاقه بودن باشگاه درست می کردن. در المپیک های افسانه ای قدیم کشتی جایگاه بسیار والا و ممتازی داشت و با شروع المپیک های نوین از سال 1896 جایگاه تثبیت شده کشتی، یعنی جزء 5 ورزش اول المپیک ها، کشتی قرار گرفت. خیلی جالبه بهتون بگم که در اولین دوره مسابقات المپیک در آتن 1896 روی زمین چمن ورزشگاه المپیک آتن فقط 5 کشتیگیر که 2 تا از اون کشتیگیر از کشور یونان بودن مبارزه کردن. و نکته عجیب این که یک کشتیگیر حدوداً 58-9 کیلوگرمی از آلمان که ذاتاً ژیمناستیک‌کار بود، وزن بردار بود، حتی در دو میدانی فعالیت داشت، به نام کارل شومان، اومد و حریفان رو شکست داد به خاطر انعطاف بدنیش، به خاطر شجاعتش، به خاطر قدرتش، به خاطر استقامت بدنیش. و در دیدار فینال هم مقابل گیورگیس تساتیس از یونان صاحب برتری شد، که این یه داستان مفصل داره. همین کشتی که من بهتون میگم، یعنی چند ساعت طول کشید، هوا تاریک شد، کشتی رو قطع کردند، مبارزه مجدداً فردا از سر گرفته شد و کارل شومان از آلمان موفق شد حریف یونان رو شکست بده و به عنوان اولین قهرمان المپیک های نوین شناخته بشه.
اینجا امجدیه است، ورزشگاه امجدیه و یه دنیا خاطره. خاطرهایی از 80 سال پیش، از 90 سال پیش. این سکوها رو ببینید، سال 1306 وقتی دستور اجباری شدن ورزش در مدارس داده شد، پایه‌های ورزشگاه امجدیه هم ریخته شد. اما 11 سال طول کشید تا این ورزشگاه، این سکوهایی که شما می‌بینید ساخته بشه. سال 1317 این ورزشگاه افتتاح شد، اما سال 1318 درست مهر 1318 مسابقات قهرمانی کشور در چند رشته ورزشی برگزار شد و دنیایی از خاطر. شما هر چی دلتون میخواد فکر بکنید از ورزش ایران از همین نقطه شکل. مسابقات کشتی قهرمانی کشور درست تو همین نقطه، همین جایی که من ایستادم، درست روبروی جایگاه برگزار شد، جایی که پهلوان مصطفی طوسی، کسی که تهرانی ها رو سرش قسم میخوردن، تا فینال سنگین وزن اومد و با پهلوان یدالله محبی همینجا کشتی گرفت و برد و مصطفی طوسی شد قهرمان کشور. کشتی سختری و کشتی مصطفی طوسی برگزار شد. 3 روز کشتی گرفتن، به هیچ نتیجه ای نرسیدن، داورها اصلا سردرگم بودن، حتی سازمان تربیت بدنی هر دو تا کشتیگیر رو محروم کرد، فکر کرد هر دو تبانی میکنن، با هم کشتی نمیگیرن. اسماعیل قربانی معروف بود به پهلوان اسماعیل قربان، از بارفروشای تهران بود، وقتی کشتی میگرفت 10,000 تا تماشاگر به عشق اون میومدن رو سالن میشستن. عباس حریری یه بچه 17 ساله محصل دبیرستانی اومدن اینجا کشتی گرفتن. اسماعیل قربان پهلوان نامی تهران عباس حریری 17 ساله رو دست توی پس قبض و پس کاسه گرفته بود، این آتش گردون دور خودش میچرخون و بعد وقتی خسته میشه میذاره زمین، بلافاصله عباس حریری رو دست میشینه و اسماعیل قربان رو خاک میکنه، بعدم با کنده حمالبند اسماعیل قربان رو میندازه. خود عباس حریری تعریف میکرد، میگفت وقتی من پهلوان رو انداختم، یعنی بردم، 10,000 نفر از رو تماشاگر، از رو سکوها تماشاگرها حمله کردن که منو بزنن، به قصد کشت. میگفت مجید که رئیس باشگاه ببر بود، دوید منو انداخت رو دوشش، لباسم هم جا گذاشتم، یه جیب بیرون ورزشگاه بود، منو انداخت تو جیب، فرار کردیم، 2 نفری رفتیم. تا 1 هفته میگفت از خونه بیرون نمی اومدم. بعد که یه خورده اوضاع آروم‌تر شد، یه روز ناشناس رفتم محل کارش تو میدون بارفروشا، گفتم پهلوان دستم به دامن، در خونه نمیتونم بیام بیرون، طرفدارات میخوان منو بکشن. بعد دیگه پهلوان منو بخشید و به هر حال این شد داستان پهلوانی عباس حریری تو تهران. اینا از خاطر انگیزترین مسابقاتیه که در همین ورزشگاه امجدیه و شیرودی امروز شکل گرفته. بیشتر خاطرات ورزشی تهرانی ها و ایرانی ها و اونایی که در کشتی ایران زندگی کردن مربوط میشه به همین مسابقاتی که اینجا برگزار شد. سال 1949 که تیم ایران در مسابقات قهرمانی اروپا شرکت کرد در استانبول، کسایی که صاحب مدال شده بودن، از منصور رئیسی که نفر دوم شده بود، اینجا یه سکوی نمادین ساخته بودن و منصور رئیسی رفته بود اون بالا رو سکوی دوم ایستاده بود و 10,000-20,000 تماشاگری که اینجا نشسته بودن به عشق مسابقات استانبول که نتونسته بودن قهرماناشون اونجا ببینن، اینجا منصور رئیسی رو تشویق میکردن. نه فقط منصور رئیسی، علی غفاری، عبدالله مجتبوی، همه قهرمانای ما اینجا ازشون تجلیل میشد و مردم فقط به خاطر تجلیل از قهرمانایی که توی یه کشور دیگه مدال گرفته بودن میومدن ورزشگاه امجدیه رو پر میکردن. یه روزی علی غفاری، یه روزی ابراهیم رهی، یه روزی حیبول خان بلور، یه روزی مصطفی طوسی، همه کسایی که تو اون عصر، تو اون دوران از بهترین های کشتی ایران بودن می اومدن و اینجا از نزدیک با تماشاگرها دمخور بودن. ولی متاسفانه امروز، یعنی امروزی که داریم صحبت میکنیم، این ورزشگاه تقریبا متروک شده. ولی همون قهرمان ها، همون علی غفاری که به علی بالا معروف بود، یه قهرمان محبوب، فقط یه بار دیگه زمانی برگشت تو این ورزشگاه که از دنیا رفته بود. خیلی مشایعت کنندگان، خیلی کسایی که اومده بودن در آخرین نقطه زندگی علی غفاری او رو بدرقه بکنن به دنیای ابدی، پشت علی غفاری یا دیگر قهرمانان مثل استاد امیر حمیدی، مثل عبدالله خان مجتبوی، مثل منصور خان رئیسی، تو همین ورزشگاه مشایعت کردند و اونا رو به خونه آخرتشون فرستادن. این ورزشگاه گفتم مملو از خاطره است، یه دنیا خاطره های شیرین و البته خاطره های تلخ این روزا، جایی که یه روزی محل شکوفایی، محل طلوع قهرمانا بود، امروز
به نقطه‌ای رسیده که قهرمان‌ها وقتی که دستشون از این دنیا کوتاه میشه، از این نقطه دیگه بدرقه میشن به دنیای فانی و آخرت. وقتی برای اولین بار باشگاه نیرو و راستی، یعنی اولین باشگاه مدرن ورزشی در ایران، تصمیم گرفت یک کاروان از ورزشکاران ایران رو به اولین سفر بین المللی خودش بفرسته، سال 1325، تو این کاروان دو تا کشتیگیر هم بودن، حیوالله بلور و عبدالله مشتبوی، مردانی که در تاریخ کشتی ایران در سالهای بعد تاثیرگذار بودن و اولین پیروزی های بین المللی ورزش ایران رو همین دو ورزشکار نوشتن. اما سال 1324 تصمیم جدی گرفته شد در هیئت دولت که ورزش ایران در المپیک 1948 لندن شرکت. حضور در مسابقات المپیک و موفقیت در این مسابقات مستلزم برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیقی بود که ایرانی‌ها از اون بی‌بهره بودند. تنها کاری که ایرانی‌ها کردند استخدام یک مربی خارجی بود. سایم بکریکان اومد، ولی در فرصت کم باقی مانده تا مسابقات المپیک واقعا کار زیادی نمیتونست انجام بده. او تلاش کرد شکل تمرینات رو عوض کرد، کشتیگیران رو با فنون جدید آشنا کرد، اما همه تهران بود و یک سالن به نام سالن دارالفنون، همه تهران بود و یک سالن چوبی به جا مانده از نمایشگاه بین المللی که کشور چکسلواکی در پارک شهر ساخته بود، و همه کشتیگیران تراز اول ایران در همین سالن مدرسه دارالفنون در میدان توپخونه تمرین میکرد. و خیلی از کشتیگیران اصلا باور نمیکردند که باید خودشون رو با قوانین جدید وفق بدن. نمیدونستند که باید وزن کشی بکنن، باید وزن کم بکنن، سر وزن قانونی بیان مبارزه بکنن. سایم آریکان به عنوان مربی انتخاب شد. شب اول ما بچهای همسن من تلفن کردم، اینا رو آماده کردم، یه 20-25 نفر بودن توی این سالن دارالفنون که اجازه‌ش رو گرفته بودیم، اونجا شروع کردیم به تمرین. وقتی که تمرینمون تمام شد اومدیم که لباسا رو بپوشیم، متاسفانه لباسامون نبود، لباسامون رو برده بودن. اون ساعت ما فکرمون این بود که یک دزدی چیزی شده، اما بعدا فهمیدیم که خب این قدیمی ها که مایل نبودن مربی خارجی بیاد، اونها این کارو کردن که ماها زده بشیم و بریم. آقای سایمبک رو بردم پیش رئیس دانشکده. رئیس دانشکده سرلشکر بهاربست بود. گفت چیه؟ چه گفتم ایشون دعوت شده اومده، متاسفانه نه جا داره نه محلی که دوشی باشه ورزشکارا بتونن استعمام کنن. ایشون رئیس مخابرات رو خواست، سرهنگی رو گفت فوراً با هنش میرید اونجا 10 تا 15 تا دوش درست میکنید با آب گرم و هر کاری خواست داشتن براشون انجام میدید، سایمبک راحت و راضی بتونه تمرینشو ادامه بده. سازمان تربیت بدنی برنامه ریزی کرد، مسابقات قهرمانی کشور رو برگزار کرد و تقریبا تا آخرین لحظاتی که تیم قرار بود اعزام بشه به المپیک، کسی اطمینان قطعی نداشت که کاروانی از ورزش ایران در مسابقات المپیک شرکت بکنه. تظاهراتی شکل گرفت، مردم و قهرمانان رفتن جلوی مجلس شورای ملی اون زمان، تحسن کردن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن و خواستار تخصیص بودجه شدن برای اعزام تیم ایران به المپیک. آخر موفق نشدن و در نهایت 50,000 تومان پول جمع‌آوری شد و تیم‌های ورزشی ایران رو به المپیک اعزام کرد. ایران با لباس‌های یک دست خیلی شیک اومدن و در فرودگاه عکس یادگاری گرفتن و بعد سوار هواپیما شدند و بعد از توقف در شهر روم در ایتالیا که شب رو در اونجا گذروندن، فردا حرکت کردند و به لندن رسیدند.
روز 29 تیر ماه 1327 کاروان نظامی ایران با 38 نفر شامل 3 نفر در تیراندازی، 9 نفر در بوکس، 5 نفر در وزنه‌برداری، 8 نفر در کشتی آزاد، 12 نفر در بسکتبال و 1 نفر در ژیمناستیک وارد دهکده بازی‌ها شد. کاروان ایران ابتدا در اردوگاه اکسپریچ مستقر شد، اما چند روز بعد به اردوگاه اکتون منتقل شدند که یک دبیرستان بود. بیشتر تیم‌ها هم البته در اردوگاه نیروی هوایی اسکان پیدا کرد. Leg of the 2000 meters tandem final. Great Britain versus Italy. And the British pair, Reg Harris and Alan Bannister, are well in the lead as they reach the peak of the race. به طور خلاصه نتایج نمایندگان اعزامی ما به این شرح بود که در مسابقات بسکتبال به فرانسه باختیم، ایرلند رو شکست دادیم، اما با باخت به مکزیک، کوبا و کانادا 15 شدیم. در وزنه برداری جعفر سلماسی کولاک کرد. اون در پروزن مدال برنز رو گرفت تا برای اولین بار پرچم ایران در المپیک برافراشته بشه. محمود نامجو هم 5 شد و باقی ورزشکاران هم مدالی کسب نکردند. در بوکس همه باختن و فقط حسین توسی کارسون سوئدی رو برد، اما مقابل ایرلند نتیجه رو واگذار کرد. در ژیمناستیک و تیراندازی هم توفیقی به دست نیاوردیم. ایرانی‌ها حدود 10 روز در اردوگاه اکسپریچ در شهر لندن و در شرایط غیر استاندارد زندگی کردن، زجر زیادی کشیدن، ولی امیدوار بودن در مسابقات المپیک و در رقابت‌های کشتی بتونن نتایج خوبی به دست بیارن. اما مسابقات خیلی سخت بود. قدرت‌های بزرگ کشتی دنیا توی این مسابقات حضور داشتن. در عرصه اروپا، ترکیه و سوئد و حتی مجارستان قدرت‌های برتر کشتی دنیا بودند. از قاره امریکا تیم امریکا اومده بود که داعیه‌هایی در سر داشت. یکی از تیم‌های برتر کشتی دنیا محسوب می‌شد. حتی مصری‌ها که از قاره افریقا اومده بودند، پشتوانه قوی‌تری از ایرانی‌ها داشتند در این زمین. اما ایرانی‌ها دست خالی لااقل نموند. اگرچه که به مدالی نرسیدن، ولی تجربه های خیلی زیادی اندوختن. ما تا یک قدمی کسب مدال هم جلو رفتیم. شاید اگر تجربه بیشتری داشتیم، اولین مدال تاریخ کشتی ایران رو در همون المپیک 1948 لندن به دست می آوردیم. سی و یک جولای 1948 و لحظه ای تاریخی برای کشتی ایران، روزی که مسابقات کشتی در المپیک آغاز شد و 3 روز هم طول کشید. منصور رئیسی در 52، منصور رحیمی ها در 57، حسن سعدیان در 62، علی غفاری در 67، عباس زندی در 73، عباس حریری در 79، منصور میرقوامی در 87 کیلوگرم و ابوالقاسم سختری در فوق سنگین نماینده های کشتی ایران بودند. میدانی سخت و سنگین که انتظار کسب مدال در اون هم برای کشتیگران ما که برای اولین بار حضور در چنین میدانی رو تجربه می‌کردند، شاید انتظاری دور از واقعیت بود. با این حال کشتی‌های خوب منصور رئیسی که با کسب عنوان 4 المپیک همراه بود، امیدها رو برای آینده‌ای بهتر زنده می‌کرد. سختری 5 شد و کشتیگران دیگر ما هم به عنوان مدالی نرسیدند. هرچند در این بین منصور رحیمی‌ها سر وزن نرسید. در اون سالها کشتیگران آزاد و فرنگی کار سوئد، ترکیه، فنلاند، آمریکا، مجارستان و حتی ایتالیا در اوزان مختلف آقای می‌کردند و هنوز کشتی دنیا با سبک و روش کشتی ایران و بزرگان نامدار آیندهش آشنا نشده بود.